تو این ویدیو اومدیم یکی از محله‌های قدیمی تهران، یکی از محله‌هایی که خیلیاتون حتما اسمشو شنیدید، یه جورایی گذرتون افتاده با هم دیگه. می‌بینید واقعا این استیک‌های 9000 تومانی تو این محله متوسط کیا میتونن بخرن؟ واقعا همه چیز عجیب غریبه. بعد قیمت‌ها رو آدم می‌بینه نمی‌دونه چی بگه. با من همراه بشی بریم ببینیم تو این محله چی پیش میاد و چی می‌بینیم. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله الان تو خیابون سازمان آب هستیم. ببینید که اینجا یکی از نقاط تقریبا غربی تهران نزدیک محله ستارخانه و این سمت هم که تو خیابون سازمان آب میره سمت برای دوم صادقیه بورس پلاستیک و اینجور چیز هاست. هر چیزی که بخواید هست. با هم دیگه میخواییم بریم تو خسروی شمالی و بریم سمت فلک اول. هیچ وقت از این سمت نیومدم. همیگه بریم ببینیم واقعا اوضاع احوال این منطقه به چه صورته. دیدم که طباخیه که فکر کنم خیلی ها سر خسرو اینو بشناسن، مثلا بچه هایی که غرب تهران بودن. جلوتر هم یه فروشگاه شهرونده. یه ذره قیمت های اینجا رو دیدم خودم واقعا تعجب کردم نسبت به محله‌ای که حالا یه محله متوسطه، حالا نه خیلی خوبه نه خیلی ضعیفه، قیمت های عجیب غریبی بود. مثلا مواد غذایی استرک شده. حتما الان در ادامه با هم دیگه میریم داخلش ببینیم چه خبره. از اون برم که طبق معمول محله رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. میدونید اینجا یکی از نقاط پرترافیک این ناحیه هم به حساب میاد دیگه. اینجا هم زده میدون ترباره. البته الان چون سر ظهر تقریبا تعطیله، یعنی از ساعت 1:30 تا 3 تعطیل میشه. خیلی از بچه‌ها و پدرها و مادرها دارن بچه‌هاشون از مدرسه میارن اینجا بورس مواد خوراکی و اینجور چیزا. این سبزی‌ها رو می‌بینید جلو پاک شده است. دسته الان بین 3 تا 5 تومانه بستگی به کدوم محله باشه. اینجا 5 تومانه. سبزی‌ها رو تمیز کردن و اینجوری پاک کردن. اینجا برید داخل این فروشگاه یه ذره قیمت‌ها رو بهتون نشون بدم. استیک برده 878 تومن، استیک راست 779 تومن، استیک خیره 537 تومن، قلم کبابی 700 تومن، استیک ریبای 700 تومن، روحان گوساله 900 تومن، کباب برگم 900 تومن. مغز ساله 600. واقعا قیمت های بیشتری تست میده شده خیلی زیاد ها. گردن گوسفندی 589، گربز های گوسفندی 500 تومن، ماهیچه 729 تومن. گفتم یه ذره قیمت های اینجا رو هم داشته باشید. قارچ کبابی 200 تومن، کباب ترکی گوش 700 تومن، انواع بالام 180. واقعا دیدید قیمت ها رو اینجا هم که مارسنوشیه پر از اینجور مواقع داده. هر جوری حساب کتاب میکنم نصد محله واقعا جزه جاهایی خیلی گرون به حساب میاده. خیلی از عزیزان این که اهل شکمان میدونن که صادقیه ستارخان اینجور جا پر از رستوران و فست‌فود اینجور چیز هست. حالا اونایی که اهل اینجان یا میدونن یا نمیدونن که
بازارچه ماهی هم هستش که صبح ها بیشتر هسته و دیگه تا صبح دوازه تعطیل میشه. حتما یه دو براتون از این بازار ماهی هم ویدیو تهیه میکنم. اینجا هم یه تعداد عمده فروشن، را چه زغال، چه تنباکو، چه تخم مرغ، حبوبات، اینجور چیزا هم اینجا فروخته میشه. هم زغاله قدیمیه. این چه هم فرقشه اون فروشگاه با خود قصابی محل. زیتون و سوسیس و اینا هم بیشتر فله فروش هم. دقیقا یاد گنگوک و مغازه هم اطراف که مولوی مثلا کلی جنس از میفروشن. کلم شده 29,000 تومن، 13,000 تومن، 24,000 تومن. چقدر گرون اینجا. پیاز هم 3 تومن، نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده ولی خیلی گرون بود قیمت سیب زمینی پیازش. موز 68 تومن، گوجه 19,800. البته الان دیگه با اون اتفاقی که افتاده تو اسرائیل و غزه دلار هم که 2-3 تومن سریع رفت بالاتر، احتمالا تأثیرش شده دیگه. الان 2-3 روز از اون قضیه میگذره. اینجا رسیدیم سر چهارا خسرو دست شب که بریم میره بازارچه ستارخان که خیلی ها تو میتونید توی پیر اتوبان یادگار امام یا همون اتوبان ست در گذشته ساخته شده. اینجا همون جیگر خفه همون چند با رولت گوش به چهارا خسرو پایینش که میره سمت گلاب میبرم که بازارچه ستارخان هم. ولی ما میخواییم بریم به سمت فلکه اول صادقیه. واقعا جز جاهای خیلی قشنگ و زیبایی برای قدم زدن. اومدیم داخل خود خیابون اصلی. میدونید که اینجا یکی از خیابونایی که پر از اداره و مرکز خرید و پاساژ و طلا فروشی و اینجور چیزاست. حالا من دقیقا سر زور اومدم این قسمتش که آفتابه. حالا بریم اون دست خیابون. این پیاده رو این برش خیلی مناسب تره. مثلا یه دیگه از چهارا خسرو تا فلک اول صادقیه خیلی خیلی از نظر پیاده روی بهتره. ولی خب بریم اون سمت هم یه نگاه بندازیم. آفتاب نمیذاره خوب جلومو ببینم. وقتی میگم همه چی اینجا هست و همه شکمیه، اینجا ببینید دیگر اینجا هم سوخاریه. سوخاری ها 9 عددیش، رونه 585، 6 عددیش، 395، برگر ها 120، بود برگر 200، پیتزا هم که 250. وقتی میارمه تو توی محله ها دوست دارم قیمت ها رو بهتون نشون بدم که میدونم یه جورایی علاقه مندید. الان با دلار 52,600 نمیدونم الان دقیقا چقدره ولی تو اون عدد ها هستش. به خاطر رفت آمدی که زیاده اینجا پر از دست فروشه، حتی تو ساعتی که همین شهرداری هستش هم حضور دارم. با هم دیگه الان یه لحظه میریم داخل محله. اونجا هم ببینیم قیمت ها به چه صورته. آوردم اتون داخل محله. اون حال و هوای داخل محله رو ببینیم. این خونه قدیمی 40-50 سال پیشه اینجا خیلی زیاده و همین خاطر خونه کلنگیاش یه جوره ای به نسبت بقیه محله اطراف اینجا بیشتر روی دیر ساخت و ساز داره روز به روز اینجا بیشتر میشه. اگه بخواید حساب کنید اینجا جز محله هاییه که دیگه یواش یواش داره شکل شمایدش رو به محله آپارتمان نشین زیاد عوض میکنه. حالا با هم دیگه قیمت ها رو یه نگاه کنیم
ببینیم به چه صورت. الان ببینید که اجاره اینجا یه 100 متری 260 پیش ماهی 16 تومن، 75 متری 400 تومن پیش ماهی 11 تومن، یه 106 متری 2 میلیارد رهن کامل میبینید داره ساخته میشه دیگه، 1,200,000 ماهی 3 تومن هم اجاره. واقعا خیلی سنگینه ها اجاره، 85 متری 300 تومن 15 تومن اجاره. هر کسی از عهده اینجور اجاره ها برنامه، شما حساب کن با یه حقوق کارمندی حالا نهایتا 15 تومن، هر دو شاغل باشن 30 تومن، پس انداز کنن چجوری اصلا چجوری برسن. کارگری که اصلا من صحبتشو نمی کنم، میبینید که خیلی داره اینجا ساخت و ساز میشه، یعنی هر طرفش که نگاه میکنی اتفاق داره میفته. حالا این قیمت های خرید رو نگاه کنی، همونطور که میگه 89 متری 10 میلیارد تقریبا 9500، یه کلنگی 310 متری متری 200 تومن 62 میلیارد، یه 100 متری متری 81 تومن 8 میلیارد، یه 102 متری 8 میلیارد 300، دوباره یه کلنگی 5 واحده 83 میلیارد. قیمت ها واقعی 415 متری 38 میلیارد، انقدر که عدد و درشته آدم بعضی موقع یاد تومن میفته، اون موقعی که میگفتی این چند دو تومن سه تومن مثل دو میلیون. اینی که صحبت میکنم خیلی دور از ذهن نیست، یعنی مال شاید 5-6 سال پیش بود. اکثر خونه ها دیگه مثلا جای خوب 10 میلیون، اکثر خونه ها مثل دو میلیون یه میلیون سه تومن. بهترین نقاط تهران سال 93-94 بین 10 تا 15 تومن بود، الان 500 میلیونه. تازه آپارتمان زمینم نه. این قسمت هم میبینید دیگه آپارتمان های قدیمیه با این سنگ های مرمر، حداقل مال 35 تا 40 سال پیشه. برگردیم بریم تو خیابون اصلی و اونجا ببینیم در ادامه مسیر چی پیش میاد. خب دیگه همینه که مستقیم میریم میرسیم به فلکه اول. ما که حرف از ساختمان اداری میزنن دقیقا اونا سایی عالم آموزشگاه زبان موسیقی مهاجرتی همه چیز اینجا هست، خودرو، کودکان کارم که همیشه هستن و واقعا یکی از دردناک‌ترین اتفاقات اجتماعی که تو ایران میشه جون رو از بقیه احساس کرد همین کودکان کاره. اینجا باز نگاه کنید، یه مجتمع تجاریه، حداقل 30 سال قدمت شد. میگم اینجا جزو محله خیلی قدیمی تهران به حساب میاد، مثلا خونه هاشو که نگاه کنید دیگه الان همه کلنگی و یه جورایی دیدی قیمت های 200 میلیون و خیلی هم در حال ساخت به خاطر رشد قیمتی که داره، نوسازش رو 110 تومن 120 تومن هم میره، ولی خب رنج قیمتیش بین 80 تا 100 میلیونه. الان دور خود فلکه اول هم حالا برسیم بهتون نشون میدم، یه مرکز خریدش میکنم شب خاطر طلا و جواهر دارن میسازن و همین خاطر در آینده هم ترافیکش بیشتر میشه، هم نمیدونم واقعا این همه کشش داره اینجا برای این همه مرکز خرید. اینجا باز داره ساخته میشه، یه مرکز خرید دیگه است، ولی خب چیزی که ثابت شده اصلا هر چقدر هم که میسازم بازم تقاضا زیاده. و بازم دوباره از همون سبزی ها اینجا هم یه شیرینی فروشیه، حتی کیکاش دیگه خیلی کم شده الان، اینا چقدر داخل معلومه.
آقا ساختمونگی بقیه نوعاتش ندارم بریم داخل خود فلکه این میشه خبر رو بعد از حضورتون مرخص بشم جایی باسخایی برای گذروندن اصر و تو تابستون یه جدای خونک این گوزاش هم فوارهاش باز میشه و اون حسالش میاد اینجا هم یه بستنی فروشی قدیمیه به اسم خوشمرام فکر کنم سال 1307 یا 27 یه همچین حدوده اینجا هستش بستنی سنتی فالوده شیرازی جزو چیزاییه که آدم همیشه دوست داره امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود.